تشکر نجیبه جان. رئیس جمهور ترامپ در قصر سفیر در سخنرانیش متحد به شکست چپگراهای افراطی شد و همچنان اعتراضات که مجسمه های تاریخی و آبده ها را تخریب کردن محکوم کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان تاکید کرد که اکنون در پروسه شکست دادن افراد افراطی راهزن و کسان هستند که میخواهند تاریخ آمریکا را از بین ببرند. رئیس جمهور ترامپ همچنان در سخنرانی خود در مورد سایر مسائل صحبت کرد، اما در کل به بحران ویروس کرونا اشاره نکرد و گفت تا کنون 99% غذایی که در آمریکا تست شدند بی ضرر بودند. شرح بیشتر دهی گزارش. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانیش از رسانه ها انتقاد کرد که به گفته وی به مردم آمریکا اهانت کرده و مخالفین خود را به نام نجات پرست می نامند. When you level these false charges, شما وقتی این اتهامات نادرست را صادر می کنید، شما نه تنها به من و مردم آمریکا توهین می کنید، بلکه شما به نسلی از قهرمان ها که برای آمریکا جان باختند نیز توهین می کنید. ترامپ در سخنرانیش اسمای برخی از مجسمه های معروف در باغ ملی قهرمان ها به شمول هری تابمن، فدریک دوگلاس و مارتین لوتر کینگ را برجسته ساخت. آقای ترامپ در سخنرانی روز شنبه به تلفات ناشی از ویروس کرونا در آمریکا اشاره نکرد که به دلیل آن نزدیک به 130 هزار آمریکایی جان باختند. در عوض گفت 99% غذای ویروس که در آمریکا آزمایش شدند بی ضرر بودند. اما ما 40 میلیون نفر در آمریکا را تست ویروس کرونا نمودیم و به این ترتیب 99% آن بی ضرر بودند. ترامپ در سخنرانیش به پنهانکاری چین و شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کرد. Deceptions and cover-up. پنهانکاری و ریاکاری چین و عدم افشای معلومات باعث شد که ویروس به سرتاسر جهان نشر شود. 189 کشور باید چین را کاملا مسئول قرار دهند. بانک مقامات از مردم خواستند تا از گردهمایی‌های بزرگ برای تجلیل از روز استقلال آمریکا به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خودداری کنند. رئیس جمهور ترامپ با میزبانی ضیافت خاص از روز استقلال آمریکا همراه با آتش‌بازی بعد از سخنرانی‌اش تجلیل کرد. از سوی دیگر طرز سخنرانی روز شنبه ترامپ مشابه سخنرانی او در مندرشمار ایالت داکوتای جنوبی بود و او بیشتر در حفاظت از تاریخ آمریکا و میراث آمریکا تمرکز نموده و روی حفظ میراث اجداد و مجسمه های تاریخی آمریکا تاکید کرد. جاده های اطراف قصر سفید و آبده تاریخی لینکن و جاده زندگی سیاه پوستان مهم است و دلیل راهپیمایی صلح‌آمیز برای مساوات نژادی و اصلاحات پلیس مسدود بود. صدها نفر معترض و خواهان ترامپ ساعت قبل از برگزاری مراسم آتش‌بازی در نزدیک آبده تاریخی شهر واشنگتن با هم درگیر شدند. با وجود رقم بالای قضای ویروس کرونا در برخی از ایالت‌های آمریکا، شاروال شهر واشنگتن دی سی نتوانست مانع حضور رقم بالای مردم در شهر واشنگتن برای برگزاری مراسم آتش‌بازی روز استقلال آمریکا شود. از سوی دیگر معترضین در حالی که با سر دادن شعارها به اعتراضات پرداختند، حضور پلیس نیز در شهر واشنگتن بالا بود، اما در مجموع ازدحام مردم طی مراسم آتش‌بازی صلح‌آمیز بود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.